خيرة من أمري فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر نهر من فقهه يتجلى بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز می کنیم. در خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه پرسش و پاسخ. در این قسمت در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان کارشناس برنامه هستیم که خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. بنده در خدمت جناب علی و تمامی بینندگان عزیز صاحب من در ذی ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوالای اس ام اس بینندگان برنامه را آغاز میکنیم و بیننده پرسیدن که از طرف خانواده برایشان، یعنی خواهری پرسیدن که از طرف خانواده برایشان خواستگاری آمده و خود این خواهر گفتن راضی نیستن به این ازدواج، ولی خانواده بخصوص مادرشان اصرار دارن که باید قبول بکنی و اگر قبول هم نکنی گفتن که مادرشان گفتن که این خواهر را آق میکنن یا شیرم را حلالت نمیکنم. حال گفت دختر گفتن که تکلیف چیست و باید چه کار کنم در حالی که راضی نیست قلبا. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در این زمینه، یعنی حق ازدواج برای دختر دقیقا مانند حق ازدواج برای پسر هست. هیچ کسی از نظر حق شرعی حق ندارد که پسر یا دختر را مجبور به ازدواج بکند. در این زمینه روایات متعددی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده در صحیح بخاری و صحیح مسلم و بقیه کتاب‌های صحاح و سنن. از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نقل شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا تنكح الایم حتی تستأمر ولا تنكح البکر حتی تستأذن. فرمودند که زن بیوه رو نباید به ازدواج کسی در بیاورید مگر زمانی که با اون زن شما مشوره بکنید، و زن باکره، دوشیزه و دختر رو اجازه ندارید که به ازدواج کسی در بیاورید مگر در صورتی که از دختر شما اجازه بگیرید. سوال کردند که یا رسول الله و کیف اذنها، اجازه گرفتن از دختر یعنی چی؟ در چه صورتی ما بفهمیم که زن و این دختر اجازه داده و راضی هست؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که انتس کد، اگر دختر ساکت بود، یعنی انکار نکرد، رد نکرد اون خواستگاری رو که اومده، یا اینکه با زبان قبول کرد، یا اینکه اساساً در واقع ساکت شد، بله، یعنی رضایت خودش رو اعلام بکنه، یا با سکوتش اعلام بکنه، یا اینکه با زبان اعلام بکنه راضی هست. اما در صورتی که اعلام کرد که من راضی نیستم، هیچ کسی چنین حقی رو ندارد که دختر رو مجبور به ازدواج بکنه. حتی امام بخاری رحمت الله علیه در این روایاتی رو که آورده یک بابی رو منعقد کرد، باب لا تنكح الاب وغيره البكر والثيب الا برضاهما. پدر یا ولی، هر کسی که باشد، اجازه ندارد که دختر را، چه باکره باشد، چه سیبه باشد، بیوه باشد، اجازه ندارد که بدون از رضایتشون اونو به ازدواج کسی در بیاورند. و موارد اتفاق افتاد در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم که حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه میگوید و همچنین حضرت ابو امامه باهلی رضی الله تعالی عنه هم این رو نقل کرده، جریان دیگری رو که در سنن ابو داود و ابن ماجه اومده. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما میگوید که یک دختری اومد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفت که یا رسول الله، پدرم مرا به ازدواج یک مردی درآورده و من نمیخوام اون فرد رو، و
و رسول الله صلی الله علیه و سلم در این روایت اومده فخیرها النبی صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم اون دختر را اختیار داد. حتی در مورد روایت حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه اومده که یک دختری اومد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفت که پدرم به خاطر مال منو فروخته به برادرزاده شما، من دوست ندارم. رسول الله صلی الله علیه در این صورت هم ایشون اختیار داد، یعنی در این صورت دختر اختیار دارد که قبول بکند یا قبول نکند. ازدواج زوری که بله ازدواج زوری که اگر قبول کرد ازدواج صحیح است، اگر به زور ازدواج دادن بعدن دختر راضی شد ازدواج درست چجوری اشکالی ندارد. اما اگر دختر راضی نشد این ازدواج یک ازدواج فاسد هست و از نظر شرعی چون این چیزی درست نیست. و نقطه که دیگری که در این زمینه مطرح هست این است که بالفرض اگر دختر خواستگاری را که اومده پدر و مادرش هم اجبارش کردند و اصرار کردند که باید قبول بکنی و اگر دختر قبول نکرد اون را شایسته خودش نمیدونست، این از نظر شرعی حقوق والدین شمرده نمیشود، یعنی نافرمانی پدر و مادر یا بی احترامی پدر و مادر رو نکرده و هیچ گونه گناهی برگردنش نیست. و پدر و مادر هم چنین حقی را ندارند که دختر را مجبور بکنند، یا اینکه مثلا در بعضی از موارد اومده که مادرها مثلا میگن که من شیر خودم رو حرامت میکنم، آخت میکنم. نه، چون این آخ کردنی وجود نداره، نه شیر حرام میشود و نه آخ میشود. یعنی دختر اختیار خودش رو دارد که این خواستگاری رو که دوست ندارد، میداند که نمیتواند با اون زندگی بکند، چون این خواستگاری رو رد بکند و این هیچ گونه حق کشی یا بی احترامی و حقوق والدین رد کردن جزء آخ والدین میشه؟ نه، به هیچ عنوان این حقوق اساسا شمرده نمیشود. نافرمانی پدر و مادر شمرده نمی شود و گناهی رو ندارد و پدر و مادر هم حق ندارند که دختر رو مجبور بکنند. و از نظر شرعی انسان دختر هم باید استخاره بکند. اگر پدر و مادر یک فردی رو آوردند و پیشنهاد دادند و قبولش کردند، راضی بودند پدر و مادر، اما دختر ناراض بود، قبل از اینکه رد بکند استخاره بکند، دعا بکند پیش الله متعال و طلب خیر بکند از الله متعال. اگر به دلش اومد که خوب هست، موفق میشه، خوشبخت میشود، قبول بکند. اما اگر به هیچ عنوان نمیتوانست با این مرد و این کسی که به خواستگاری آمده ازدواج بکند یا زندگی بکند، در این صورت حق مسلم هر دختر هست که خواستگاری را که خودش دوست ندارد اون را رد بکند و با اون ازدواج نکند. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشون در مورد این است، گفتن که در مورد قضیه دعا کردن، گفتن مثلا من دعا میکنم فلانی بهش نصیبش کنه، مثلا خدا فلانی بهش نصیبش کنه، در حالی که خدا از روزی که اون شخص را آفریده مشخص کرده است که این شخص بهشتی است یا جهنمی. آیا با دعا کردن میشه اون شخص را نجات داد و تقدیر را عوض کرد؟ ببینید در این مورد روایات متعددی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده، مانند روایتی هست که امام احمد و امام ترمذی رحمت الله علیه ما اینو نقلش کردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر را چیزی عوض نمی کند مگر دعا. یعنی دعا کردن در واقع تأثیر دارد در تغییر تقدیر. یا موارد دیگری که در این زمین آمده، به طور مثال این که صله رحم کردن رزق را اضافه می کند و عمر را با برکت و طولانی می کند، روایاتی هستند که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هستند. در کنار این روایات دیگری هم داریم که دلالت بر این می کند که تقدیر به هیچ عنوان تغییر پیدا نمی کند. آن چیزی که الله متعال مقدر کرده به هیچ عنوان قابل تغییر کردن در واقع نیست. من جمله روایتی هست که از حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا کردند که اللهم امتعنی بزوج رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابی سفیان، دعا کردند پروردگارا عمر شوهرم را یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم را، پدر و برادرم را یعنی ابو سفیان و معاویه را اضافه بکن که من بیشتر در واقع از سایه اونها بهره مند بشم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لقد سألت الله لآجال مضروبة و ایام معدودة، یک سوالی کردید که پیش الله متعال روزهای همه مشخص است، عمر رسول الله، عمر ابو سفیان و بقیه همه یک چیزهایی هست که مشخص هستد و این قابل تغییر نیست و فرمودند که این قابل تقدیم و تأخیر هم در واقع نیست. الان دو گونه احادیث در این زمینه وارد شده از رسول الله صلی الله علیه وسلم و هر دو گونهش صحیح است و هر دو گونه احادیث و هر دو طیفش در واقع صحیح هستند و هیچ گونه اشکالی هم در این مورد در واقع ندارند.
این برمیگرده به نوع تقدیر، به نوع تقدیر. ما یک تقدیری داریم که در علم الله متعال ثبت هست، در لوح محفوظ نوشته شده که فلان انسان مثلا در فلان تاریخ میمیرد، در لوح محفوظ نوشته. آن چیزی که در لوح محفوظ نوشته قابل تغییر نیست. الله متعال میفرمون ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. تمام اینها رو الله متعال در کتابی نوشته قبل از این که انسانها رو بیافریند. و حتی در روایت دیگری، در روایت حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه است که رفعت الاقلام و جفت صحف، قلمها برداشته شده و دوات خشک شده و صحیفه ها خشک شدن. یعنی این که تقدیر الهی قابل تغییر نیست. این موارد برمیگردند به اون مواردی که در لوح محفوظ نوشته، علم کلی و کامل و شامل الله متعال که اون رو در لوح تقدیر نوشته، در لوح محفوظ نوشته، اون قابل تغییر نیست. هر چیزی رو که الله متعال در لوح محفوظ نوشته و مقدر کرده به هیچ عنوان قابل تغییر و قابل تقدیم و تأخیر در واقع نیست. اما یک سری صحیفه هایی هستند، نامه هایی هستند که به دست فرشتگان هست. الله متعال مثلا دستور داده که فلان کار را شما انجام بدهید، منتها این دستوری که به ملائکه داده این امر نهایی الله متعال نیست، این قابل تغییر هست. امری که در دست فرشتگان هست این قابل تغییر هست و این رو علما از این تعبیر میکنند به تقدیر معلق. یعنی این وابسته به یک نوع دعای هست. اگر انسانی دعا بکند عمرش طولانی تر میشود، اگر دعا نکند چه بسا که عمرش کوتاه‌تر باشد، اگر صله رحم بکند رزقش بیشتر میشود، عمرش طولانی تر میشود. این برمیگردد به نوع دوم تقدیر. یعنی این تقدیری و این نامه‌ای که در دست فرشتگان هست که این که الله متعال در ماره این می‌فرماید یم الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. الله متعال تغییر می‌دهد، تقدیم و تأخیر می‌کند در این نامه‌ای که در دست فرشتگان هست و ام الکتاب یعنی لوح محفوظ نزد الله متعال است. در لوح محفوظ هیچ گونه تغییری ایجاد نمی‌شه. یعنی تقدیر مبرم و قطعی و 100 درصد الله متعال است. اما دستوری که به فرشتگان داده این قابل تغییر هست و در این مورد هست که یعنی دایره دعا، یعنی در وقتی که تقدیر رو عوض میکنه فقط در حیطه اون نامه هایی هست که در دست فرشتگان هست. اما آن چیزی که نزد الله متعال نوشته شده در لوح محفوظ آن به هیچ عنوان در واقع تغییر پیدا نمی کند. و ما که از تقدیر خبر نداریم، ما مأمور هستیم به دعا، ما مأمور هستیم به دعا کردن برای نیک بختی، برای خوشبختی خودمون، برای سعادت خودمون، برای اینکه الله متعال گناهان را ببخشد، برای اینکه مردگان را وارد بهشت بکند، برای اینکه مردگان را از جهنم نجات بدهد و بقیه مواردی که هست. ما مأمور به دعا هستیم، ولو این که دعای ما بالفرض که تأثیری نداشته باشد، باز ما یک نوع عبادتی رو در واقع انجام دادیم و ثواب این عبادت قطعا به ما میرسد. و اگر این تقدیر جزء تقدیر معلق باشد و قطعا هم در تقدیر این تأثیری رو هم خواهد داشت. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوال متعلقی پرسیدن که از موحدین هستن و هدایت شده هستن، گفتن که حکم خواندن دعا یا همون مصطلحی که اهل شیعه ازش استفاده میکنن به عنوان تلقین المیت چیست؟ آنها وقتی که مرده ها در قبر گذاشته میشود، یه ملایی وارد قبر میشه و دستش را به روی سر میت میگذاره و این دعا رو میخواند بران، یا این دعا رو میخوان بران میت قبل از اینکه خاک و بریزن و نابود کنن لحد را. میگوید یا فلان ابن فلان تذکر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله ورضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا وبالقران كتابا واماما وبالكعبه قبلة والى اخره. آیا در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و در زمان اصحاب یا اصلا در قرن اول دوم سوم این منهج رایج بوده یا نه؟ و آیا سند شرعی قوی دارد این قضیه یا نه؟ در مورد تلقین میت ما دو نوع تلقین داریم. یک تلقینی قبل از وفات و تلقینی دیگر بعد از وفات. یه تلقین اول این قبل از این که میت بمیرد، یعنی در حالت احتضار و جان کندن هست، در این صورت تلقینش بکنن. و تلقین دوم اینه که زمانی که در قبر گذاشته می شود.
تلقین اول ثابت است از رسول الله صلی الله علیه وسلم، روایات صحیح و صریح در این زمینه وجود دارد، در صحاح و سنن اومده، در صحیح مسلم اومده از رسول الله صلی الله علیه وسلم که فرمودند لقنوا موتاکم لا اله الا الله، کلمه لا اله الا الله را تلقین بکنید به مردگان خودتون. به مردگان خودتون یعنی اون کسانی که در حال مرگ و در حال احتضار هستند، به دلیل روایت دیگری که در سنن ترمذی اومده از رسول الله صلی الله علیه وسلم که ایشان فرمودند من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه، هر کسی که آخرین کلامش لا اله الا الله باشد وارد بهشت می شود. پس بنابراین اگر کسی در حالت احتضار هست و در حالت جان کندن هست، مسنون هست که انسان اون رو تذکر بده، یعنی تلقینش بکند، لا اله الا الله رو یعنی تلقین بکند اون رو و کمک بکند که بتواند که لا اله الا الله رو بگوید، تا اینکه مشمول این مژده رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد که هر کسی لا اله الا الله آخرین جملهش باشد در واقع وارد بهشت می شود. و منتها بعد از دفن کردن میت دلیل صحیح و صریح وجود نداره که مرده رو تلقین بکنند. بعد از این که انسان از دنیا رفت یا در هنگامی که اون رو در قبر میگذارند، دلیل صحیح و صریح از رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود ندارد که مردگان رو در واقع تلقین بکنند. روایات ضعیفی در این زمینه وجود دارد و برخی از علما هم معتقد به جوازش هستند که جایز هست تلقین کردن، مانند امام احمد و روایتی در مذهب امام شافعی رحمت الله علیه اینا اومده که تلقین بعد از وفات هم هست. دلیلشون هم روایتی هست در این زمینه که در سنن ابن ماجه اومده، یک روایت ضعیفی هست از حضرت ابو امامه باهلی رضی الله تعالی عنه نقل شده که در اون روایت اومده که مردگان را بعد از این که دفن کردید، یعنی در وقتی که در قبر گذاشتید، اونا رو تلقین بکنه. در اون روایت اومده که این کسی که تلقین میکند این گونه این جملات رو بر زبان بیاورد که یا فلان ابن فلان اذا اتاک الملکان فقل لهما ما خرجت علیه من الدنيا وهو انك تشهد ان لا اله الا الله، میگه وقتی که فرشتگان اومدن از تو سوال بکنن بگو اون کلمه ای را، اون دینی را که با اون از دنیا رفتی، یعنی شهادتین را که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله هست، اینو بر زبان بیاوره. منتها این روایت ضعیفی هست، این روایت ضعیفی هست و به خاطر اینکه ضعیفی هست به اتفاق علما تلقین میت بعد از وفاتش و زمانی که در قلب گذاشته می شود این واجب نیست، هیچ کسی این رو در واقع واجب قرار نداده. برخی از علما مانند امام احمد و امام شافعی رحمت الله علیه در بعضی از روایاتی که از ایشون نقل شده گفتند که جایز هست یا نهایتش گفته باشند که مستحب است، اما دلیل صحیح و صریح از رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه وجود ندارد. آن چیزی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه نقل شده روایتی هست در سنن ابو داود از حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه که میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم روششون این بوده که وقتی که یک مرده رو دفن می‌کردند و از دفنش در واقع تمام می‌شد کار دفنش، سر قبر می‌ایستادند و می‌فرمودند که استغفروا لأخيكم وصلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، یعنی دعا کردن بعد از دفن کردن و بعد از مردن یک انسان، دعای برای تثبیت بکنیم، دعای برای این که الله مطال رو ثابت قدم نگه دارد در اون لحظات، بتواند جواب فرشتگان رو در واقع به درستی بدهد و طلب مغفرت بکنیم برای مردگان خودمون. این مورد ثابت هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم که بعد از این که مرده رو در قبر گذاشتیم برایش طلب مغفرت بکنیم و از الله مطال بخوایم که دعا بکنیم که این مرده در واقع بتواند که سوال فرشتگان رو به خوبی جواب بدهد. اما تلقین کردن بعد از وفات، قبل از دفن یا در هنگام دفن یا بعد از دفن، هیچ گونه حدیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد نشده و روایتی که در این زمینه هست روایت ضعیفی هست و برخی از علما که معتقدند که در این زمینه می شود بر روایات ضعیف عمل کرد گفتند که مستحب هست، در این صورت می شود که بعد از مرگ هم تلقین بکنیم. اما تلقین در به اتفاق قبل از وفات جایز هست، بلکه سنت هست، رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کرده و دعا کردن بعد از دفن کردن این هم از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم هست. سعی بکنیم که بیشتر پایبند این موردی باشیم که از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت هست. انشاءالله جزاکم الله خیر. در اینجا از اتاق فرمان خواهش میکنم که شما تماس بینندگان عزیز را زیر نویس بکنن و از بینندگان نیز تقاضا دارم که لطف بکنن وقتی که تماس میگیرن سوالاشون آماده باشه تا وقت برنامه زیاد گرفته نشه و همچنین
از طریق گوشی تلفن با ما صحبت بکنن، چون که صدای گیرنده دیرتر میاد. پس سوال آماده باشه انشالله و منتظر تماس شما بینندگان عزیز هستیم. بیننده بعدی پرسیدن که اگه کسی که همسرش فوت کرده نخواهد دوباره ازدواج بکنه، به همسرش وفادار بمونه، آیا ثوابی هم دارد یا نه؟ جایز هست که زن در صورتی که مشکلی رو نداشته باشه، جایز هست که از ازدواج مجدد امتناع بکنه، بخواد که ازدواج نکند، جایز هست. اما این که به عنوان یک عمل خیر شمرده بشود یا این که یک کار ثوابی باشد، چون این چیزی از رسول الله صلی الله علیه وسلم در واقع نقل نشده. و منتها در این زمینه روایتی هست از رسول الله صلی الله علیه وسلم که شیخ البانی رحمت الله علیه و دیگران امین تصحیح کردن، که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن ایما امرأة توفی عنها زوجها فتزوجت بعده فهی لآخر ازواجها، که و این هم معروف از در میان مردم که در قیامت زنها با آخرین شوهر خود در قیامت خواهند بود. چرا؟ چه بسا بعضی بخواند که در روز قیامت با مثلا شوهر قبلیشون باشند و تصمیم بگیرند که بعد از وفات شوهرشون دیگه ازدواج نکنند. این حق زن هست، این حق زن هست. اگر کسی چون این تصمیمی گرفت و نخواست که ازدواج بکند، کسی نمیتواند اون رو مجبور بکند. بنابر روایتی قبلا هم عرض کردم که هیچ کسی نمیتواند که زن بیوه یا زن باکره رو در واقع مجبور به ازدواج بکند، این اختیار خودش است. اما این در واقع یک حکم شرعی نیست. بعد از وفات شوهر زن اختیار دارد، مانند هر زن دیگر میتواند ازدواج بکند و حتی شوهر از نظر شرعی حق ندارد که اینو شرط بکند بر زن خودش که بعد از وفات من تو حق نداری که دیگر ازدواج بکنی. و بالفرضم که اگر شرط بکند و چنین قولی رو زن هم بدهد، بعد از وفات شوهر لازم نیست که بر این شرط وفا بکند، لازم نیست که برای این شرط وفا بکنند. چه بسا که بدون شوهر بماند، برایش مشکلاتی به وجود بیاد از نظر مادی و از نظر معنوی، شاید مشکلاتی رو داشته باشد، نیاز به یک شوهر داشته باشد از نظر جنسی. پس بنابراین کسی نمیتواند اون رو مجبور بکند که حتما باید خانه نشین بشود. اگر خواست ازدواج بکند هیچ گونه اشکال شرعی ندارد، جایز هست. و اگر هم صلاح نمیدید به خاطر فرزندانش به طور مثال یا به خاطر مسائل دیگر نمیخواست ازدواج بکند، باز هم این حق زن هست و کسی نمیتواند کنه مجبوری به ازدواج بکند. اما در هر صورت زن باید مصلحت دینی و دنیوی خودش رو در نظر بگیرد. اگر بعد از وفات شوهر اولش زن جوان هست، نیاز داره به یک شوهر و احتمال دارد که اگر شوهر نگیرد و ازدواج مجدد نکند در فساد بیفتد یا حداقل سوی زنی در موردش ایجاد بشود، در این صورت ازدواج کردن مجدد اولاتر و بهتر هست. جزاکم الله خیر. تماس بینندگان عزیزم آماده است و اولین تماس بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی، تماس شما وصل است، صدا شما وصله، بفرمایید. تماس بعدی بیننده رو بگیریم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستیم. وقتی من در رابطه که وقتی که مرده رو میخوان دفن بکنن و آیا دعا کردن جایز است؟ در سوال دوم هم بله، سوال دوم شخصی در شخصی بکنن در این شهرستان مسافر هست به حدود یک سال، آیا این نماز کامل بکنه یا این که قدر میکنه؟ درست، سوال دیگه هم دارین؟ سلامت باش. تماس بعدی بیننده، سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایین. بیننده گرامی، از طریق گوشی تلفن با ما صحبت کنید. بفرمایید. از طریق گوشی تلفن ما صادق بیننده گرامی. تماس بعدی بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو، بفرمایید. اگه سوال باشه
بفرمایید سوالتون. تخیلات جنسی گناه یا نه؟ سوال دیگه هم دارین؟ تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بنده رو بس کنین. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بله بفرمایید. بله یک سوال داشتم. بفرمایید سوال شهریتون. سوال باشین اقل و ضرورت سوال ما یعنی در صورت بخشین صداتون خیلی پایینه، اگه بلندتر صحبت بکنید. میت رو بله زمانی که به میت میتونم من متوجه نمیشم، صداتون قطع وصل میشه، بگین صداتون مشکله. اگر دوباره تماس بگیرین متشکر میشم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. فاطمه هستم از آلمان. بفرمایید خواهر فاطمه. شبکی وصال. شبکی وصال و منتظر سوال شهریتون هستیم. سوال شهریتون بفرمایید. بله. بله. خدمت شما و خدمت استاد بزرگوار. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. چند تا سوال از استاد بزرگوار داشتم. سوال اولی که ما بله سوالی است که من نماز عشاء از پیشم قضا شده، نمیدونم که برش گردانم قضایش، آیا پیش از نماز صبح، بعد از نماز صبح، بعد از طلوع آفتاب. و سوال دیگه ای که ما مثلا آلمان هستیم، باید اینجا زبانشان یاد بگیریم. ما همیشه فقط شبکه‌های شما رو نگاه میکنیم، شبکه کلمه نور و سال، شبکه توحیدی رو نگاه میکنیم. الان یک شبکه هندی است که از آلمان پخش میشه، ما این رو به خاطر که زبانش یاد بگیریم نگاه میکنیم و وقت آهنگ و موزیک اینایش صدایش خفه میکنیم. آیا نگاه کردن این فیلمو به خاطر که ما عرف زدن یاد بگیریم بر ما گناه نیست؟ و سوال دیگه از استاد عزیز که من موقعی که مثلا بیرون هستم، جای هستم، نمیتونم نمازم قضا میشه، وقت برمیگردم فرضا رو بجا میارم، بجای سنت نفل میخوانم، این حکمش چی است؟ تشکر از شما. سلام علیکم و رحمت الله و برکات. تشکر از شما. تماس بعدی بیننده رو باز کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بفهم بیننده گرامی. سلام علیکم، بفرمایید. الو. برنامه شبکه وصال. برنامه وصال و متعدد سوال شهریتون هستیم. از طریق گوشی تلفن با ما صحبت کنید. سنی هستم، شیعه بشم چیکار کنم؟ با قزوینی زنگ بزنید. سلام علیکم، برنامه پرسش پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. شب شما بخیر. سلام علیکم. بله وصال حق. بله وصال حق و برنامه پرسش و پاسخ، صدای شما هم وصله، منتظر سوال شهریتون هستیم. ببخشید سوال داشتم. بفرمایید سوالتون. میخواستم در باره این چیز فتوا قرآن که بعد از مردن میگیرن در داخل مسجد، آیا جواز شرعی دارن ندارن؟ چه چیزی؟ بدعت مکروه واجبه سنت متوجه شدین؟ چه حکم در شریعت چه جایگاهی دارن؟ اگه جواب بدیم ممنون میشه.
سوال دیگه دارین؟ بله. سوال دیگه دارین؟ تشکر میکنم. سلامت باشه. خدا کنه باید نیشنیده باشه چون صدا گوشیم خرابه. فقط بعد از مرده که میمیرن ختم قرآن میگیرن. درست درست. سوال بازه است. بله. سلامت باشه. خدا برمدت باشه. سلامت باشین، تشکر میکنیم از شما. تماس بعدی برنده رو بس کنین. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستم. برادر یک تیبه پرسین. بفرمایید سوالتون. همین مسئله استخاره را کم تبه از شرخ میدونیم مقصد که استخاره را چخیل چی نماز میخونی اون چخیل تازی خوندنش کدام سورو را اصلا خلاصش را دیدن در طور سعری فرض کنیم که شرخ میخونی در خود میبینم میبینم یک کم تشه هفته از نیزای اسلام یک چی اصل داره نداره مقصد امی اقیاس هسته. درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه، تشکر از سلامت باشین. تشکر میکنم سلامت باشین. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. من بینندگان عزیز خواهش میکنم که وقتی صداشون یا تماسشون وصل شد منتظر نباشن صداشون از تلویزیون شنیده بشه، چون صدا دیر میاد و همین باعث میشه که خیال کنن که تماس وصل نیست و کلی بینندگان نیز معطل بمونن. سلام علیکم، بفرمایید. سلام. سلام، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. در اصل استاد گرامی یک سوال داشتم از شما. بفرمایید سوال شهریتون لطفا بفرمایید. سوال شهری ما این است که این من ایدتی نستم از افغانستان، ولی من کرمان زندگی میکنم. میخوام این سوال رو بپرسم که اینجا رسم مردم بر اینه که پسته میخرن. پسته چجوری میخرن؟ به حساب هر کدوم از پسته به اصطلاح اندازه یک تن پسته پول داره. خب اندازه یک تن پسته که پول داره فقط این میگرده دنبال نفری که حتما قرضی بخره، اگر نقدی بخره به اون نمیده. این میخواه اینو بدونم چه جریان چی بشه. درست، یعنی پول نداره؟ بخیان. یعنی سوال شما اینه که پسته را شما پول ندارید میخوای قرضی بخرید؟ نه استاد اینا من بخشید اینه پسته را پوله یکی پول داره، اصلا خودم پول دارم. آقا میاد میگه که من پسته از تو اگر نقدی بخوا من نمیدم بناش، فقط قرضی میخوام بهش بدم به خاطر اینکه سوری زیادتر گرونتر بفروشه. درست. اگر دوباره باز بعضی هلا کار دیگه میکنن از پیش تجار میخرن، پس دوباره به همون تجار کیلوی صد تومن کمتر میده به همون تجار. میخوام این جریان رو بدونیم چی میشه. درست. انشاءالله پاسخ دریافت میکنید. تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستم. بنده سمیولا از آلمان با تماس شدیم. سوال ما است که آیا میتونه زن مسلمان در غیر به غیر از مسلمان دست بده؟ از نگاه اسلامی چی شرط داره؟ یعنی با زن غیر مسلمان؟ با مرد غیر از مسلمان یا زن غیر از مسلمان؟ مثلا ما میریم پیش دکتر جای درست، هم زنش دست میده هم مردش. درست. بعد از نگاه اسلام یعنی هیچی شرح داره این توضیح بتین. بعدش سوال ما است که مثلا نماز میخوانی بعدش آذان میده قبل از آذان، بعد چی کار کنی؟ یعنی مسجد نزدیک تو نیست یا برنامه آذان هم ندارین؟
برنامه از آن مثلا چندین بارت شده که نیست نداشتیم، از نماز خواندیم و بعدش از آن شنیدیم. درست. سوال دیگه داریم؟ سلامت باشیم. تشکر، زنده باشیم. لطفا. تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستم. من مسئله این بای با. مسئله شما؟ من خودم بیننده گرامی از طریق گوشی تلفن، برادر عزیز از طریق گوشی تلفن سوالتون رو با ما ادامه بدین، یعنی گوش نکنید صداتون در تلویزیون، بعدا وقت هست انشالله گوش بکنید. بفرمایید. من موسیقی می نوازم، اسباب موسیقی ملی خدامای می نوازم. درست؟ فهما؟ الو الو بفرمایید. موسیقی ملی می نوازین؟ از خوردیم اسباب موسیقی ملی خودم را می نوازم، کسبم همین چیز. درست. میشه از طرف اسلام چی میه این حکومت؟ درست. سوال دیگه دارین؟ نه تشکر زیاد. سلامت باشین، تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستم. برنامه وصال حق. وصال حق و برنامه پرسش و پاسخ، لطفا سوال شهریتون. نماز خواندن با سکوت چیست میبرد؟ نماز خواندن با؟ با آستین کوتاه. با آستین کوتاه. سوال دیگه هم هست؟ ببخشید ما مثلا منو شیرینی خوری کردن هنوز عقل نکردیم، بعد ما با خانومون چیز با گوشی عقل میزنیم چیز میده گناه هستیم. یعنی تلفنی حرف میزنین؟ آلو. بله؟ عقل نکردین با خانومتون؟ نه هنوز عقل نکردیم ولی با گوشی بعض موقع زنگ میزنیم. درست. در ارتباطیم. انشاءالله پاسخ دریافت میکنیم. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید سوال شهریتون. سلام علیکم و رحمت الله، اتاق هستم از افغانستان بکنم. در خدمت شما هستیم. اولا سلام خدمت شما و علیکم السلام و رحمت الله. منم سبب عبدالقدیس دهخان دارم. ثانی یک سوال داشتم. بفرمایید سوالتون. سوال ما از این قرار بود، اگر شخصی یک مقدار پیچه پولی را از جای بر میداره، بعد میره با این معامله میکنه و بعد چند وقتی این پول دار شد، میره این پول را به اون شخص را تحویل میده و از اون معذرت خواهی میکنه، آیا این مالی که در دست سرسازی هست، آیا این مال به این حلال است یا این مال حرام است؟ سوال دیگه هم دارین؟ بله. بفرمایید. سوال بعدیتون؟ بله. سوال متوجه شده؟ بله. سوال واضحه. تشکر. تماس دعا خدا. سلامت باشین. تشکر میکنم شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. درود بر روانتون، درود بر شما آقای مولانا عبدالله. سلام علیکم. بفرمایید سوالتون. مثلا چیزی مثلا کسی که نمازی نمیخونه، مثلا پدر مادر حالا یا خونده یا نه، به پول میدن میخرن این پول نمازینا را، این جریانش چجوری میشه؟ مثلا فرض این مثلا میشه مثلا یکی سالی رو بده از نماز بچهش بکنه، یا یکی رو پول روزه براش بگیرن، آیا
دن پونزه میلیون میده برای روزش. آیا این واقعا شهریه نیست؟ یعنی اینم برای کسی که فوت کرده دیگه انجام میدن، درسته؟ قربانشون، خدا حافظ. سلامت باش. آخرین تماس بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، بفرمایین. سلام علیکم، بفرمایین. سلام تقسیم، در خدمت شما هستیم. سر وقتی سوال داشتیم، بفرمایین سوالتون. سوال من این است که مفهوم چای و شیخ الحدیث، مفهوم فی شیخ، شیخ الحدیث و شیخ الحدیث، درست. و دیگه از دوال سوال دیگه است که در مورد مذاهب است، مذاهب چارگانه و افغانستان در مورد این چار مذاهب اختلافات وجود داره. مثلا در مسجد که کسایی که دستای کنه به سینه میبندن و کسایی که برابر ناف یا زیر ناف دستا میکنن دستای کنه، یا کسایی که رفل یدنگ میکنن و یا با جهر میگن، اینا سلسله اختلافاتی پیدا شده به انسان، حتی یه اختلافات بعد رسیده که به حساب جدال بسته و کسایی که به حساب دلیلش هم نیست که کسایی که میگن آمین به جهر میگن، اینجا باید گفتن اشان چه بگید هنگی مذهب است، کسایی که شافی هست چرا که به حساب میگن میگن کسایی به مورد مذهب از اینا وجود ندار. درست. امی در مورد امینا از شیخ الحدیث سید پسند کردیم که به نیواره معلومات بسند. انشالله، تشکر میکنم شما. سلام علیکم باشم. اگر تماس دیگر از تماس بیننده رو بس کنید. ظاهرن تماس نیست و بیننده گرامی در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم. دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. جئت للبيت الحرام لألبي في الزحام، ويطوف القلب حبا بين ركن ومقام. جئت مشتاقا ألبي قصدا إياك ربي، أنت غفار وإن يرتجي غفران ذنبي. قد تركت الأهل خلفي، جست بحرا وفلاه، لا يساوي الكون عندي وقفة في عرفات. جئتها حبا وفرضا، أطهر البلدان أرضا، فعسى الرحمن عني فجر يوم النحر يرضى. جئتها حبا وفرضا، أطهر البلدان أرضا، فعسى الرحمن عني فجر يوم النحر يرضى. عجما جاءوا وعربا، ركبوا بحرا وجوا، ليس بين الناس فرق أبدا إلا بالتقوى. عجما جاءوا وعربا، ركبوا بحرا وجوا، ليس بين الناس فرق أبدا إلا بتقوى. جئت مشتاقا ألبي قصيدا إياك ربي، أنت غفار وإني أرتجي غفران. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي،
جئت من فج عميق إن من أركان ديني حجة البيت العتيق سرت والشوق طريقي جئت من فج عميق إن من أركان ديني حجة البيت العتيق نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن ای مؤمنان هنگامی که به شما گفته شد در مجلس جا باز کنید جا باز کنید تا الله برایتان گشایش آورد و چون گفته شد برخیزید برخیزید اگر چنین کنید الله به کسانی از شما که ایمان آورده اند و بهره ای از علم دارند درجات بزرگی می بخشد و الله به آنچه می کنید آگاه است نور فی الظلماتی انسی فی خلواتی یا سعدی و هنائی القرآن حیات عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز جناب مولانا بیننده اول که از طریق تماس تلفنی سوالشون مطرح کردن این بود گفتن که در منطقهشون رسم است که وقتی که مرده را میخوان دفن بکنن در هنگام دفن مرده دعا نیز میخوانن آیا این دعا جایز است یا نه؟ در مورد دعا کردن قبلا عرض کردم که دعا کردن جایز هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم نه تنها این که در واقع بگیم که جایز هست بلکه سنت هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کردم روایتی رو که قبلا عرض کردم خدمت شما که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که یک میتی رو دفن می‌کردند و بعد از آن می‌گفتند که استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل برای برادرتون طلب مغفرت بکنید این برای این مرده‌ای که تازه دفنش کردید طلب مغفرت بکنید طلب مغفرت یعنی دعا کردن برای مرده خود دعا کردن بعد از دفن برای میت جایز هست و بلکه سنت هست یکی از سنت ها و دستورات رسول الله صلی الله علیه و سلم هست اما کیفیت دعایی که امروزه بسیار از مردم دعا می کنند و به صورت دست جمعی دعا می کنند این کیفیت دست جمعیش از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست و در صورتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میتونستن که دست جمعی دعا بکنن دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم اولاتر بود و بالاتر بود و مقام معنویت رسول الله صلی الله علیه و سلم و قربشون به الله متعال قطعا بیشتر است اما در هیچ موردی ثابت نشده که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از دفن یک میتی دستها را بلند بکنن دعا بکنن و بقیه آمین بگویند این کیفیت اجتماعی و دست جمعی دعا کردن بعد از دفن میت از عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست اما این که دستور دادن به دعا کردن به صورت انفرادی در این هیچ مورد شک و شبهه‌ای نیست روایت صحیح است و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند برای مردهتون برادر مردهتون که الان دفنش کردین دعا بکنید خود دعا کردن ثابت هست و سعی بکنیم که بیشتر به صورت انفرادی دعا بکنیم و لازم نیست که حتما ما دعای خیلی زیادی رو یعنی یاد داشته باشیم
همین که به زبان محلی خودمون فارسی یا بلوچی یا افغانی هر زبان دیگری مثلا میگیم پروردگار را این برادر مرا مغفرت بکن، گناهانش را ببخش، نمیدونم درجاتش را در بهشت اضافه بکن، در دل خودمون دعا بکنیم، این هیچ گونه اشکال نداره. دعا همین هست، طلب مغفرت بکنیم برای مردگان خودمون، اما به صورت دست جمعی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشون این است که شخصی در شهرستانی دیگر، خیلی شهرستان خودش، حدود یک ساله که مسافره، آیا نماز را باید کامل بخوند یا به صورت قصر؟ یک سال است که مسافر، من شنیدم گفتن یک ساعت مسافرت داریم. درست. به هر صورت یعنی بستگی به مقدار سفر داره. چیزی که من از سوال فهمیدم که یک ساعت یعنی از شهرستان خودش دور هست، اگر سوالشون این بوده، یعنی ساعت ملاک و معیار نیست، ملاک و معیار خود مسافت سفر هست و تقریبا حدود 80 کیلومتر اگر شما فاصله دارید از محل اقامت خودتون و از شهر خودتون به یک شهر دیگر رفتید، حدود 80 کیلومتر در این صورت شما مسافر شمرده میشوید و می توانید که نماز رو قصر و جمع بخوانید، هم قصر بخوانید هم جمع بخوانید. اما اگر منظورتون این است که یک سال است که از خونه رفتید بیرون به یک سفر به جای دیگر رفتید، برای کار، برای تحصیل، برای موارد دیگر به یک شهر دیگری رفتید، در صورتی که این مسافت باز هم وجود داشته باشه، یعنی سفری که بیش از 80 کیلومتر و به بالا باشد و شما یک سال در اونجا هستید، وقتی که نیت اقامت در اونجا را کردید شما مقیم هستید، شما یک سال رفتید در یک جای دانشجو هستید یا برای کار رفتید و نیتتون این است که من تا یک سال در این شهر میمونم، حکم شما این است که شما مقیم هستید، مثل کسانی که ساکن اصلی اون شهر هستن نماز را کامل میخونن، شما با هم باید نماز را کامل بخونید. و بیشترین چیزی که در این زمینه از فقها نقل شده حدود 2 هفته هست از حضرت امام ابو حنیفه، مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، این است که اگر کسی در شهری دیگر 2 هفته نیت اقامه کرد، 2 هفته نیت اقامه کرد، رفتید به مسافرت یک شهری دیگر بالای 80 کیلومتر و در اونجا شما نیت کردید، عزم و جزم کردید و تصمیم گرفتید که من در این شهر 2 هفته میمونم، از نظر فقه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شما مقیم هستید و از نظر فقها دیگر امام شافعی و بقیه فقها حتی 4 روز بیشتر هم شما نیت اقامت بکنید در یک جای، در واقع شما مقیم شمرده میشوید. وقتی که یک سالی شما نیت اقامت داشتید، در این صورت شما مسافر شمرده نمیشوید، شما مقیم هستید، برای شما جمع خوندن و خص خوندن جایز نیست و حتما باید نماز را کامل بخونید. جزاکم الله خیر. آیا تخیلات جنسی گناه یا نه؟ تخیلات جنسی یعنی بر 2 قسم میشه که تقسیم کرد. یک سری تخیلاتی که در واقع بی اختیار هست در ذهن انسان، چه بسا که به وجود بیاد ناخواسته، یک فکری در ذهن انسان به وجود میاد، در این مورد الله متعال انسان رو مؤاخذه نمی کند که الله متعال می فرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله متعال هیچ کسی را فراتر از توانش مکلف نکرده. یه وقتی که یک فکری، خیالی و تصوری ناخواسته به ذهن انسان میرسد، الله متعال هم در این زمینه انسان رو مؤاخذه نمی کند. و همچنین روایت حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه از در صحیح بخاری و مسلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الله تجاوز لامتی ما حدثت به انفسها ما لم يتكلموا او يعملوا به، که الله متعال امت ما را معاف کرده از گمانهایی که در ذهنشان میاد و تخیلاتی و خواطری که در ذهن، فکرهایی که در ذهنشون ایجاد میشود، الله متعال اونها را معاف کرده تا زمانی که اون را بر زبان نیاوردند یا تبدیل به عمل نشده، بر آن عمل نکرده باشند. صرف تخیلات جنسی وقتی که در ذهن به وجود آمده ناخواسته هست، در این زمینه هیچ گونه گناهی بر انسان در واقع نوشته نمیشود و این مورد را الله متعال معاف کرده. این تخیلات ناخواسته هست. اما برخی از تخیلات تخیلاتی هست که قصدی هست و عمدی هست. در این زمینه نهی اومده. به طور مثال رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی کردند از این که زن و شوهری با هم دیگر هم بستر بشوند با نیت فرد دیگر یا با تصور فرد دیگر. مثلا شوهر با زنش هم بستری میکند و در ذهنش زن دیگری رو تصور کرده. این از نظر حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه ممنوعیت اومده، زیرا که این
عواقب شومی رو داره در زندگی زناشویی که رفته رفته تبدیل به این می شود که این مرد این زن خودش رو نمی تواند تحمل بکند. الان هم که این تصور رو دارن، یعنی این خشتی هست که این گذاشته و ولی این پله هست که کم کم در واقع از این خانم می خواد که جدا بشود یا نمی تواند که اون امیال جنسی خودش رو مثلا برآورده بکند، خانمش میل تبش نیست و در حد اون نیست و کم کم به مرور زمان وقتی که این به صورت یک خیال همیشگی باشه و یک تصور همیشگی باشه تبدیل به یک باور میشه و تبدیل به یک عمل میشه که نهایتاً منجر به این میشود که زندگی زناشوییشون در واقع از بین برود یا اینکه در واقع سرد بشوند در این زندگی زناشوییشون. و به صورت کلی یعنی تخیل، یعنی در نظر آوردن و تصور و تخیل کردن یک زن بیگانه در واقع بنابر این موارد عرض کردم که حرام هست در هنگام عمل زناشویی که صراحتاً از رسول الله صلی الله علیه وسلم در واقع نهی اومده. و با توجه به این که این عمل یک سری عوارضی رو داره، من جمله یک عوارض روحی و روانی رو دارد که در واقع منجر می شود به این که قانون خانواده از هم گزیخته بشود، از این جهت این حداقل حکمش این است که مکروه است. این مورد دومی رو عرض میکنم، یا به عنوان این که سد ذریعه باشد و قطعا وقتی که یک مردی یا زنی یک فرد نامحرمی رو تصور میکنند، فرض بکنیم که یک فردی یک مردی همیشه یک زنی رو که در ذهنش دارد و تخیلات جنسی با اون دارد و خب این خودش یک زمینه سازی هست که در واقع یک نوع برنامه‌ریزی هست برای اینکه برای به اون زن برسد، یا برعکسش هم وقتی که زن یک مردی رو تصور میکند در واقع اون نفسانیتش و از اون مانع روانی که وجود دارد، شریک وجود دارد، کم کم در واقع شکسته می شود و در صورتی که زمینه فراهم بشود و موقعیتی فراهم بشود چه بسا که منجر به گناه بشود و کم کم شیطان این زمینه را برای عمل گناه برایش فراهم بکند. به عنوان سد ذریعه، یعنی به عنوان بستن باب شیطان و این فساد هم در واقع اگر ما نگاه بکنیم این عمل یک عمل مکروه و در واقع حرام هست. و موردی که در این زمینه در واقع بیشتر به عنوان یک نوع سبب و علت رو میشه که برای تخیلات جنسی ما در نظر بگیریم، این سببش چشم چرانی هست یا اینکه مشاهده کردن فیلم‌هایی که بی‌حجاب هستند و مبتذل هستند، اینها در واقع یک نوع زمینه میشود برای تصورات در واقع جنسی که چه بسا که عرض کردم که قانون خانواده رو در آینده دچار مشکل بکنه و به سردی بگراید. پس بنابراین این مواردی که عمدی هست و تأثیری در زندگی زناشویی داره منجر می شود که زن و شوهر از همدیگر سرد بشوند، همدیگر رو نپسندند، نهایتاً منجر به طلاق و جدایی بشه، این موارد مواردی هستند که حرام هست. اما موردی که فرض کنیم یک فرد مجردی هست، یک چیزی در ذهنش خطور کرده یا حتی زن و مردی که در واقع متعهد هستند یک چیزی رو ناخواسته به ذهنشون خطور کرده، در این صورت الله متعال انسان رو همون گونه قبلا عرض کردم الله متعال انسان رو مؤاخذه نمی کند. امام غزالی رحمت الله علیه در کتاب احیاء علوم مواردی رو که در این زمینه ذکر کرده، من جمله مواردی رو که برای قطع تخیلات شیطانی و این تخیلات جنسی در واقع ذکر کرده، یکی از این موارد این است که قطع علایق بکند، یعنی مواردی رو که سبب میشوند که یک فرد دچار تخیلات جنسی بشود اونها رو از بین ببرد. چه بسا به طور مثال شاید تصاویری هستند که در گوشی موبایلش وجود دارند، شاید تصاویری هستند که در خونش اونها رو نصب کرده، شاید فیلم هایی هستند که در خونه اونها رو میبیند. اصل این در واقع از سرچشمه این رو قطع بکند تا اینکه سببی و در واقع هیچ گونه انگیزه ای برای تخیلاتی در واقع در ذهنش به وجود نیاد. این مورد اول هست. مورد دوم اذکار صباح و مسا، اذکار شرعی رو پایبند بودن به تلاوت قرآن خیلی تاثیر دارد برای دفع وساوس شیطانی و تخیلات جنسی. و همچنین در مواردی که خیلی پیشرفته هست، به گونه ای هست که انسان نمیتواند اینها رو دفع بکند و که تبدیل به یک معضل روحی و روانی شده، در این زمینه میتواند که با پزشکی در این زمینه که از نظر روانی هست و روان پزشک بروند و مشاوره بکنند. و امیدوار هستیم که الله متعال تمامی جوانان ما را عفت هم نکاح و هم در عمل این عفت رو انشاءالله که نصیب همه بکند، هم در نکاح و هم در فکر و هم در عمل انشاءالله. آمین. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی از آلمان سوالشون این است که گفتن که نماز عشاشون قضا شده ولی نمیدانن که بهترین وقت برای قضای نماز کی است، آیا قبل از نماز صبح بخورن یا بعد از آن یا بعد از طلوع خورشید؟
اولین به محض این که بیادشون اومد که نمازی رو ترک کردن، باید اون نماز رو اعاده بکنن، یعنی بخونن، صبر نکنن برای نماز بعد. به طور مثال ایشون فرمودند که نماز عشاشون قضا شده، به محض اینکه شما متوجه شدید که نماز عشا رو نخوندید، هر وقتی که بیادتون اومد بلند بشوید و نماز عشا رو بخونید. یعنی صبر نکنید که صبح بشود یا وقت نماز بعدی وارد بشود. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من نام عن صلات او نسیها فلیصلها اذا ذکرها. به محض اینکه بیادش اومد که نمازی رو نخونده، اون نماز رو باید بخونه. و از دیدگاه بسیاری از فقها ترتیب بین فرایض هم واجب هست، یعنی بر شما واجب هست که قبل از نماز بعدی نماز قبلی رو بخونید. نماز عشا رو نخونده بودید و قبل از نماز فجر بیادتون اومد که من نماز عشا رو نخونده بودم، اول باید نماز عشا رو بخونید و بعدش نماز فجر رو بخونید. و به صورت کلی هر وقت که یادتان آمد بلا فاصله بلند بشوید و نمازی رو که از شما قضا شده دوباره اون رو بخونید. جزاکم الله خیر. و خود بیننده سوالش این است، گفت که در آلمان که هستن باید زبان آلمانی رو یاد بگیرن. و گفت یکی از شبکه ها رو نگاه میکنم که به زبان آلمانی پخش میشه و فیلم ها و چیزهای مبتذل هم داره که من اونها رو گفت مثلا آهنگ ها رو کم میکنم و نگاه نمیکنم. آیا تماشای این کانال ها درست هست؟ آیا گناه دارد یا نه؟ انسان باید برای حتی برای یادگیری یک زبانی هم باید تا حد در امکان سعی بکنه مواردی رو که مشکل عقیدتی نداشته باشند، مشکل در واقع اخلاقی به وجود نه در خانواده، یعنی فیلم هایی رو که مبتذل هستند، مشکل اعتقادی دارند یا مشکل اخلاقی دارند، به هیچ عنوان انسان نباید به بهانه این که میخواد زبان یاد بگیرد به این موارد در واقع این گونه فیلم ها را مشاهده بکنند. الحمدلله ترجمه قرآن کریم به هر زبانی که شما بخواهید، یعنی از شبکه قرآن به هر زبان جداگانه در حال پخش هست، پخش می شود. ترجمه صوتیش، ترجمه کتبی و نوشتهش هست. و خوشبختانه که شبکه وصال هم یک شبکه ما داریم به نام وصال آلمانی، همونگونه که وصال فارسی داریم، وصال آلمانی هم یک شبکه هست. شما اگر بتونید که این گونه شبکه های اسلامی رو که هستن به زبان آلبانی اگر اینها رو مشاهده بکنید و نگاه بکنید، امیدوار هستیم که این یک کمکی بشه برای شما که زبان آلبانی رو با اون مفاهیم دینی که هیچ گونه محذوریت و ممنوعیت دینی نداشته باشند و مشکل اعتقادی و اخلاقی هم برای شما وجود نداشته باشه، می توانید که از این گونه شبکه ها و فیلم های اسلامی که در این زمینه هستند استفاده بکنید. درست، جزاکم الله خیر. بیرانه بعدی سوالشون باز درباره نماز قضا بود، گفتن که آیا درست است به جای سنت بعد از نمازی که قضا شده نماز نفل بخونیم؟ نماز سنت و نماز نفل یکی هست، هیچ گونه تفاوتی با هم دیگر ندارند. یعنی از نظر عملی وقتی که شما میخونید یا از حتی از نظر نیتش هیچ گونه تفاوتی با هم دیگر ندارند. سنت بودنش صرفاً به این خاطر است که رسول الله صلی الله علیه و سلم این نماز را میخوندند، بر این زمینه تاکید شده. اما در نیتش شما مطلقاً نیت میکنید که من مثلا دو رکعت نماز میخونم یا چهار رکعت نماز میخونم، هیچ گونه تفاوتی در میان نماز سنت و نماز نفل در واقع وجود ندارد. همون دو رکعتی یا چهار رکعتی که شما بعد از نماز عشا میخونید، به هر نیتی که بخونید، چه به نیت نفل بخونید یا چه به نیت سنت بخونید، هر دوتاش جایز است، هیچ گونه اشکال شرعی در واقع به وجود نمیاد. یعنی تفاوتی در میان نیت سنت و نفل وجود ندارد. جزاکم الله خیر. ختم قرآن در مسجد بعد از مرگ کسی چه حکمی دارد؟ به صورت کلی خواندن قرآن یا ختم گرفتن قرآن برای میت از عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در حیات خودشون عزیزانی رو از دست دادن، همسرشون حضرت خدیجه فوت کردند و دختران ایشان فوت کردند و عزیزان ایشان حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه و بسیاری دیگر از اصحاب ایشان وفات کردند. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم برای هیچ کدام از صحابه و اهل بیت خودشون ختم قرآن نگرفتند، به هیچ عنوان نه ختم گرفتند، نه سوره ای رو خوندند، نه فاتحه و قل هو الله رو خوندند و نه هم دستور دادند که
صحابه در مسجد جمع بشوند برای مردگان قرآن بخونند. اگر واقعا این ایصال ثواب جایز بود یا اینکه بهتر بود، روش مناسبی بود، قطعا رسول الله صلی الله علیه و سلم عزیزان خودشون رو از این محروم نمی‌کردند. اما چیزی که در این زمینه از رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شده همون دعا کردن هست که استغفروا لاخیکم فانه الان یسأل، یا اینکه در موردی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که دامات ابن آدم این قطع عملو الا من ثلاث، وقتی که ابن آدم فوت میکند عملش قطع میشود مگر در سه مورد. یک از این سه مورد را دعای فرزندان برای پدر و مادر در واقع ذکر کرده، دعای قرآن خوندن و موارد دیگر را ذکر نکرده. و خود این عمل چون که از عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست، میان فقها اختلاف وجود داره و بسیار از فقها معتقد هستند که اصلا ثواب قرآن به میت نمیرسد، زیرا هیچ گونه دلیلی ما نداریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مردگان در واقع قرآن خونده باشند. اما دعا کردن قطعا میرسد، صدقه دادن قطعا ثوابش میرسد، حج کردن و عمره کردن برای میت قطعا ثوابش در واقع میرسد. این مواردی هست که ما میتوانیم ایصال ثواب بکنیم، اما قرآن خوندن و ختم گرفتن این در واقع موردی هست که جز بدعتها هست، در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نبوده و ما مطمئنم نیستیم، نمیدونیم که میرسد یا نمیرسد. علما در این زمین هم اختلاف نظر دارند. اگر عاقلانه هم بخوایم برخورد بکنیم، این موردی رو که مورد اختلاف فقها هست و اختلاف نظر دارند که جایز هست یا ناجایز هست، ثوابش به میت میرسد یا اینکه نمیرسد، انسان عاقل نباید چنین کاری رو در واقع انجام بده. موارد دیگری رو که قطعا ثوابش میرسد اون موارد رو باید انجام بدن، من جمله صدقه هست برای میت یا حج کردن و عمره کردن برای میت هست، و از همه راحت تر و مهمتر دعا کردن برای میت هست که قطعا ثوابش در واقع میرسد. اما ختم گرفتن برای مرده یا خواندن قرآن و خصوصا در صورتی که به عنوان یک اجاره باشد که یک فردی رو کرایه میکنن میاد که در واقع قرآن بخواند، این که به هیچ عنوان هیچ گونه وجاهتی رو در واقع ندارد. حتی اگر کسی با اختیار خودش و در واقع بدون هیچ گونه اجباری قرآن بخواند، باز هم در میان فقها مورد اختلاف است که ثوابش میرسد و یا اینکه نمیرسد. انسان مسلمان باید اون موردی را که قطعی و یقینی هست بر آن عمل بکند، و از این موردی که احتمالی هست چه بسا که نرسد، یعنی عملی را که ما انجام دادیم عمل بیهوده است. من مثلا این قرآن رو خوندم به نیت این که برای میت برسه، خب یعنی این که من ثوابی را که قرار بود به خودم برسد به دیگری بخشیدم. بسیار از فقها نظرشون بر این است که قرآنی که برای میت خونده می شود نه برای خواننده ثوابی دارد نه برای اون کسی که خونده می شود. برای من ثوابی ندارد زیرا که من ثوابش رو بخشیدم، نخواستم ثوابش رو. من قرآن رو به این نیت که به من ثوابی برسد نخوندم، به این نیت رو خوندم که به کسی دیگر ثواب برسد. رسیدنش ثواب به کسی دیگر اینم ثابت نیست. پس بنابراین گفتند که نه به خواننده میرسد و نه برای اون مردی که برایش خونده میشد. وقتی که تا این اندازه در این زمینه اختلاف باشد، عاقلانه این است که ما این عمل رو ترک بکنیم، اون مواردی رو که از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است تنها به همون اکتفا بکنیم. قطعا بر اون در واقع هدایت هست و نجات و کامیابی ما در اتباع سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بدون شک. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی در مورد استخاره سوال کردن، گفتن که بعد از چه نمازی بخوانیم و طرز و روش خواندن آن به چه صورت است و جواب آن رو چجوری بفهمه که جوابش آیا در خواب می آید جوابش یا به صورت دیگر؟ استخاره یکی از مواردی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم بنابر روایتی که از حضرت جابر اومده در صحیح بخاری، ایشون خیلی تاکید میکردن در مورد دعای استخاره و نماز استخاره. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم دعای استخاره را در حد یک سوره از قرآن به ما یاد میدادند، یعنی حساسیتی که در این زمینه داشتند مانند یک سوره از قرآنی رو به ما یاد میدادند و به ما دستور میدادند که در تمامی کارها در واقع استخاره بکنیم. در هر کاری که شما میخواید انجام بدید در واقع باید استخاره بکنید و یک راه و روش شرعی هست برای استخاره. و استخاره روشی که ثابت از رسول الله صلی الله علیه وسلم به صورت نماز و دعا هست. نماز و دعا هست که دو رکعت نماز بخونن، این دو رکعت نماز غیر از نماز فرض باشه. دو رکعت نماز غیر از نماز فرض میتونه سنت قبلیه نماز باشه، میتونه سنت بعدیه نماز باشه، میتونه که دو رکعت نفل باشه. هر وقتی که بخونیم غیر از نمازهای فرض دو رکعت نماز بخونن. لازم نیست که یعنی سوره خاصی خونده بشه یا اذکار خاصی خونده بشه، دو رکعت نماز دقیقاً مانند دو رکعت نمازی که ما همیشه در واقع میخونیم. دو رکعت نماز بخونه، بعد از اینکه سلام داد دعای استخاره رو بخونه، دعای
دعای استخاره. مفهوم دعای استخاره این است که پروردگارا تو میدانی من نمیدونم، پروردگارا تو توانا هستی و من ناتوان هستم، پروردگارا تو علام غیوب هستی، غیبه ها رو میدانی، پروردگارا اگر فلان کار برای من خیر هست، مثلا فلان کار ازدواج باشه، در دعای خودش بگه پروردگار اگر این ازدواج برای من خیر هست، اگر فلان معامله برای من خیر هست، در دین من، در دنیای من و در آخرت من خیر هست، پروردگارا فلان معامله رو برای من میسر بکن و در آن برای من برکت بده. پروردگارا اگر این ازدواج، اگر این معامله، اگر فلان کار برای من شر هست، در دینم، در دنیایم، در آخرت من برای من ضرر و زیان دارد، پروردگارا این رو از من دور بکن و خیر را هر کجا که هست برای من در واقع مقدر بکن. اگر یعنی اصل دعای عربی رو بلد نیستن، میتونند که این دعا رو در واقع حتی به زبان محلی خودتون بخونن و بعد از این وقتی که این دعا رو خوندن، لازم نیست که حتما باید شما در خواب ببینید. یعنی بسیار از مردم فکر میکنن وقتی که ما استخاره کردیم حتما یک فردی در خواب ما بیاد، یک پیغمبری یا صحابی در خواب ما بیاد و یک چیزی رو به ما دستور بده که شما اون کار رو انجام بدید. شما طلب خیر کردید. استخاره یعنی طلب خیر کردن. دو کار هست، شما مطمئن نیستید و موندید که کدوم یکی رو انجام بدید. طلب خیر میکنید از الله متعال، پروردگار هر کدام کاری که برای من بهتر هست اون رو برای من مقدر بکن. بعد از این دعا یک مرتبه، دو مرتبه، سه مرتبه هر چند تونست این دعا رو بخونید و این نماز رو بخونید و بعد از اون تصمیمی که در قلبتون اومد، اون چیزی که اولویت هست، ذهن شما بیشتر به اون طرف رفت و گمان میکردید که براتون مفیدتر هست، به اون عمل بکنید. لازم نیست که حتما خواب ببینید یا در خواب کسی به شما القا بکنه یا اینکه مجبور باشید فلان کار رو انجام بدید. بعد از این تصمیمی که گرفتید ان شاء الله اون تصمیم خیری هست. اصل دعای استخاره این است که اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم. پروردگارا من طلب خیر میکنم از تو به علمی که داری و طلب قدرت میکنم از قدرتی که تو داری و سوال میکنم از فضل عظیم و احسان عظیمی که تو داری. فانك تقدر ولا اقدر. پروردگارا تو توانایی و من ناتوان هستم. ولتعلم ولا اعلم. تو میدانی و من نمیدانم. و انت علام الغیوب. پروردگارا تو دانای غیبه ها هستید. این به عنوان یک مقدمه هست، به عنوان یک حمد و ثنای الله متعال هست و بعدش این دعا هست که اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري. پروردگارا تو میدانی که این کار برای من بهتر هست، در دینم، در زندگی من و عاقبتم و سرانجامم. پس این دعا رو بخونید. فقدر لي فقدره لي ويسر لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. پروردگارا فلان کار رو برای من مقدر بکن و برای من میسر بکن و در این کار برای من برکت بده. و این کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فصرف عنی وصرف عنی وصرفنی عنه وقدر لی الخیر حیث و کان ثم رزنی به. پروردگار اگر میدونی که برای من شر هست، برای دینم، برای دنیام، برای عاقبت من، پس اون کار رو از من منصرف بکن و مرا هم منصرف بکن از اون کار و بعد از آن هر کاری که برای من خیر هست آن رو برای من مقدر بکن و مرا به اون تقدیر خودت راضی بگردن. این دعایی هست که در واقع دعای استخاره است، در صحیح بخاری اومده. اما استخاره دیگری که گرفته می شود، فال حافظ باز بکنم، این کار رو انجام بدم یا انجام ندم، قرآن رو باز بکنن، استخاره از کردن از قرآن که این کار رو انجام بدم یا انجام ندم، این استخاره های نامشروعی هست و هیچ گونه وجاهت و در واقع صحتی رو نداره. تنها استخاره صحیح همین است که دو رکعت نماز بخوانید، بعدن این دعا رو بخوانید. اگر عربیش را بلد بودید که چه بهتر، و اگر بلد نبودید حداقل همون فارسی یا زبان محلی خودتون بخوانید، هیچ گونه اشکال نداره، استخاره شما استخاره درستی خواهد بود. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی که گفتن ساکن کرمان هستن و از برادران افغان بودن، گفتن در مزرعه کار میکنن و رسم فروش در اینجا به این صورت است که پسته ها را در مزرعه پسته ها رو به صورت بسته ای به صورت یک تونی مثلا خریدار میخره، اما گفت که بیشتر فروشندگان به کسی میفروشن که به صورت قرضی پول بدهد نه نقدی، چون که سود بیشتری میبرن از این کار. آیا این کار جایز است یا نه؟
به صورت کلی این برمیگرده به رضایت دو نفر خریدار و فروشنده. همون گونه که معامله نقدی جایز هست، معامله قسطی هم جایز هست، یعنی نسیتا هم جایز هست و بنابر رأی بسیاری از علما و مجامع فقهی امروزی، یعنی فروختن یک کالایی به نسیه یا قسطی با قیمتی بیشتر از نظر شرعی اشکال نداره، با توجه به این که شرایط فراهم باشه، یعنی نوع معامله مشخص باشه در اول که این معامله نقدی هست یا قسطی هست. وقتی که یعنی مردد نباشه در میان دو معامله، اگر پول زود آوردید نقدی حساب میکنم، اگر دیر آوردید قسطی حساب میکنم، نه، از همون اول مشخص باشه که این معامله معامله قسطی هست یا نسیه هست و در مقابل دیرکردی و تأخیر در پرداخت و دیرکردی رو نباید داشته باشه، با این شرایط از نظر شرعی اشکال نداره و جایز هست. بنده بعدی از آلمان گفتن که آیا زن مسلمان اجازه دارد که با غیر مسلمان دست و سلام دهد؟ زن مسلمان اجازه ندارد که با هیچ مرد نامحرمی مصافحه بکند یا دست بدهد، حتی اینکه مسلمان باشد، حتی اینکه خویشاوندش باشد. به تعبیر رسول الله صلی الله علیه و سلم، بهتر است برای مردی مسلمان یا زن مسلمان اینکه در سرش میه آهنینی فرود برود، بهتر از این است که دستش به یک نامحرم در واقع بخورد و با یک نامحرم دست بدهد. مصافحه کردن، اینکه مرد مسلمان با زن در واقع غیر محرم خودش، زن بیگانه دست بدهد، یا زن مسلمان با یک مرد بیگانه و نامحرمی دست بدهد، هر دو تا از نظر شرعی جایز نیستند و به هیچ عنوان جایز نیست که به فرد نامحرم در واقع دست بدن. اما معالجه کردن و معاینه کردن یک فرد، به طور مثال یک خانمی، یک زن مسلمان هست، پزشک هست، یک مردی رو میخواد معاینه بکند دست میزند، یا یک مرد در واقع پزشکی هست میخواد یک زن رو معاینه بکنه، این از نظر شرعی در صورت لزوم اشکال شرعی ندارد، اما مصافحه کردن از نظر شرعی جایز نیست. درست. بیننده بعدی گفتن که اول نماز میخونیم و بعد اینکه نماز خواندیم متوجه میشدیم که اذان نگفته و بعد اذان گفته، حالا باید چیکار کنیم؟ یکی از شرایط صحت نماز یا وجوب نماز دخول وقت هست، یعنی وقت نماز باید دقیقاً وارد شده باشه. کاری به اذان ندارد، اذان برای اعلام وقت نماز است و در بسیاری از جاها اذان بعد از وقت داده میشه، یعنی دقیقاً در ابتدای وقت اذان نمیگویند، اذان را با تأخیر گفته در واقع میگویند. در این گونه موارد شما باید نظرتون بر اصل وقت باشه. اگر اذان را سر وقت دادن، شما مطمئن هستید که فلان مسجد که در محل شما هست سر وقت، به محض این که وقت نماز ظهر بالفرض داخل میشوند، اذان میگوید، پس بنابراین قبل از اذان برای شما نماز خواندن جایز نیست. اگر مطمئن هستید که اذان سر وقت است، یعنی به محض دخول و شروع شدن وقت نماز اذان گفته می شود، نماز قبل از اذان برای شما درست نیست و اگر نماز هم خونده باشید بعد از اذان باید اون رو دوباره اعاده بکنید، دوباره نماز بخونید. اما اگر مطمئن هستید که اذان رو دیر می دند، اذان دیر گفته میشه، مانند در بسیار از جاها مانند نماز عصر که وقت نماز عصر شروع شده، به طور مثال یک ساعت بعد از آن میدن، در اینجا لازم نیست که شما منتظر اذان باشید. وقتی که مطمئن هستید که وقت فلان نماز هست، نماز خوندید، نمازتون درسته، ولی اینکه اذان گفته نشده باشد. اما در صورتی که مطمئن هستید که مؤذن سر وقت اذان میدهد، قبل از آن برای شما جایز نیست که نماز فرض را بخوانید و اگر خوانده باشید بعد از دخول وقت باید دوباره اعاده بکنید و نماز که قبل از وقت خوندید معتبر نیست. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که از تاجیکستان گفتم من موسیقی محلی یا موسیقی ملی می نوازم و کسبم نیز از همین کار است. این کارم چه حکمی داره؟ این کسب بر موسیقی کسب مبارکی نیست و یک جزء مواردی هست که از نظر شرعی حرام هست و رسول الله صلی الله علیه وسلم در صحیح بخاری روایتی هست از ابو مالک اشعری که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که در آخر زمان یک قومی خواهند آمد که معازف را حلال می شمارند. معازف این ابزار موسیقی هست و یعنی این که موسیقی را حلال می دونند و روایت دیگری در این زمین از رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نقل شده و
موسیقی به صورت کلیه حکمش این است که حرام هست و جایز نیست، هم نواختنش حرام هست و هم گوش دادن به موسیقی حرام هست و بنابر اقوال علمایی که در این زمین اومده مزامیر شیطان هست و اسباب و آله در واقع قرآن شیطان و اینو نامگذاری کردن به خاطر اینکه انسان رو از قرآن در واقع دور میکند و معمولا هم این گونه از کسانی که به موسیقی عادت کردند و از موسیقی لذت میبرند نمیتوانند که از آیات قرآن و از تلاوت‌های قرآنی در واقع لذت ببرند. به هر صورت با توجه به آیات قرآن که در این زمینه وجود دارد، حضرت عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن مسعود اونها را تعبیر به موسیقی کردند و روایتی که در این زمینه هست، قول جمهور علما بر این است که موسیقی از نظر شرعی حرام هست و من توصیه میکنم که ایشون یک شغل دیگری رو دست و پا بکنند. انشالله وقتی که به خاطر تقوا باشه، به خاطر دوری از عمل حرام باشه، مطمئن باشند که الله متعال براشون شغلی رو فراهم خواهد کرد و در زندگی و در رزق ایشون انشالله الله متعال برکت عنایت بکنه. انشالله جزاکم الله خیر. بینه بعدی گفتن حکم نماز خواندن با آستین کوتاه چه حکمی داره؟ به صورت کلی اولاتر و بهترین است که انسان باید بهترین لباس رو در هنگام نماز بپوشد و بهترین زینت را که الله متعال دستور داده که در هنگام نماز و در مساجد ما زینت خودمان را در واقع داشته باشیم، بهترین هیئت و با بهترین حالتی که ما میتونیم و با بهترین لباسه ها و با یعنی تمیزترین بدن و تمیزترین لباس و با خوشبویی اگر نماز بخونیم، قطعا این در معنویت ما و در حضور قلب ما در واقع تأثیر بیشتری را دارد. و بسیار از علمای صحابه و تابعین هم گفتن وقتی که شما با این لباس حاضر نیستید که در محضر عموم مردم حاضر بشوید، چگونه حاضر هستید که در محضر الله متعال و در هنگام عبادت و در هنگامی که شما بهترین و نزدیکترین حالت قرب را به الله متعال دارید با این حالت ظاهر بشوید. از نظر حکم شرعی اولاتر و بهترین است که شما نماز لباس کاملتری را بپوشید. اما از نظر در واقع حکم فقهی که در این زمینه وجود دارد، از نظر حکم فقهی باید عورت پوشیده بشود، این شرط از برای صحت نماز. یعنی این که از ناف تا زانو حتما باید پوشیده باشد. اگر بقیه موارد یعنی برهنه بود بنابر عذری که وجود داشت در این زمینه، نماز صحیح است. وقتی که عورتش پوشیده هست، نمازش از نظر شرعی در واقع جایز هست و اشکالی رو ندارد، یعنی نمازش در واقع ادا می شود. اما در صورتی که یعنی کسی نداشته باشد لباس، عرض کردم در صورتی که لباس نداشته باشد، صرفا از ناف تا زانوش پوشیده باشد، نمازش درست است. اما در حالت عمومی انسان باید سعی بکند که بهترین لباسش رو بپوشند و لباس و نماز خوندن با لباس آستین کوتاه یا با زیر پیراهنی از نظر شرعی اشکال نداره. اما اگر منظورشون از زیر پیراهنی بود، عرض کردم که همون لباس کاملی رو انسان بپوشد، این اولاتر و بهتر است. اما اگر در یک جایی به طور مثال پیراهن آستین کوتاه هست که در جامعه با این ظاهر می شوند، سر کار با همین لباس می روند و اونجا وقت نماز است، لازم نیست که این لباس رو در بیاره مثلا، چون که آستینش کوتاه هست، هیچ گونه اشکال و موانع شرعی در این زمینه وجود نداره. اما با لباس زیر بازی زیر پیراهنی که معمولا در ملأ عام انسان حاضر نمی شود، این مناسب نیست که ما با این کیفیت در واقع نماز بخونیم. منتها اگر کسی بنابر عذر با این حالت نماز خون، نمازش صحیح است، اشکال شرعی ندارد، زیرا که عورتش در واقع پوشیده و پوشیدن عورت در واقع جزء شرایط نماز است که اگر کسی عورتش پوشیده نباشد، نمازش درست نیست. اما این که لباسش مناسب باشد یا نماز مناسب نباشد، این جزء کمالیات است، یعنی در ثواب نمازش، در حضور قلب در نماز این تاثیر خیلی زیادی رو دارد، اما در صحت نماز تاثیری رو ندارد. جزاكم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که شیرینی خوری کردن اما هنوز عقد نکردن، آیا اجازه دارن که با کسی که میخوان باهاش عقد بکنن تماس از طریق تلفن با هم صحبت بکنن؟ این در مواردی که عقد نکرده باشند و نیازی به صحبت کردن هم در واقع نباشه. اگر این نیازی بود، این مثلا یک مسئله رو یعنی برای زندگی خودشون لازم میدونستن، تصمیمی رو میخواستن بگیرن، وقت ازدواج رو تعیین بکنن، میخواستن لباس خاصی رو بخرن، میخواستن وسایل زندگی رو بخرن، میخواستن که با همدیگر مشوره بکنن، در این زمین اشکالی وجود نداره. اما این که در واقع صحبت همیشگی باشه، صحبتی که در میان زن و شوهر رد و بدل میشود، در میان دو تا نامزد رد و بدل بشود، تا زمانی که عقد نکرده باشند، چون این چیزی از نظر شرعی جایز نیست و این دو نفر همچنان با همدیگر نامحرم هستند، گرچه وعده ازدواج دادند، اما تا زمانی که عقد نکرده باشند، زنها حرفهایی رو که معمولا میان زن و شوهر رد و بدل میشود، جایز نیست که میان این دو نفر رد و بدل بشود. درست. جزاکم الله خیر.
بیننده بعدی گفتن اگر شخصی مقدار پول از جایی بردارد بدون اجازه و با اون پول معامله کنند، تاجر شود و ازش خوب بشد و بعد پول را بر بگردانه به صاحبش و ازش معذرت خواهی بکنند، آیا این کسب و این درآمد حلاله یا نه؟ از نظر شرعی استفاده از مال دیگران جایز نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. استفاده کردن از مال فرد مسلمان جایز نیست مگر با طیب خاطرش و با رضایتش. وقتی که رضایت داشت شما میتونید از مال کسی دیگر استفاده بکنید. این به عنوان یک اصل است، یعنی جایز نیست که یک فرد مسلمان از مال فرد مسلمان دیگری استفاده بکند بدون از اجازه. اما تصور بکنید یک فردی این کار رو انجام داد، یک فردی این کار رو انجام داد و از این مال رفت و مثلا درآمدی رو کسب کرد، آیا کل درآمدش حرام هست؟ آیا باید تمام درآمدش رو برگردانه به اون کسی که صاحب پول بوده؟ چون این حکمی در این زمینه نیست. اون مالی رو که شما کسب کردید کسب ید شما هست، یعنی شما زحمت کشیدید برای کسبش و اون مال مال شما هست، یعنی درآمد و سودی رو که شما از این کارتون در واقع حاصل کردید این مال شما هست و ارتباطی به اون صاحب اصلی مال که مالش رو بدون اجازه برداشتید ارتباطی به اون ندارد. وقتی که شما رأس المال رو، یعنی همون مقدار مالی رو که از اون فرد برداشت بودید دوباره بازگرداندید و از اون طلب معافی کردید، انشالله که در این زمینه برای شما گناهی مترتب نیست و این درآمدی رو که داشتید برای شما کاملا حلال هست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی قضیه خریدن نماز برای کسی که فوت کرده و نماز نخونده که پول میدن و این نمازش رو میخرن، آیا این نظر شرعی درسته یا نه؟ این در واقع یکی موارد از مواردی هست که سودجویی هست و خوردن مال مردم به صورت ناحق هست. ما در شریعت اسلامی چیزی به عنوان نمازی که برای دیگران بخونند یا نمازی که خریده بشود، نمازی که فروخته بشود ما نداریم. عبادت قابل فروختن نیست و نیابت در عبادت به عنوان یک اصل درست نیست مگر در مواردی که در شریعت اومده. برای شما جایز هست که نیابتن یک فردی رو به در واقع حج بفرستید در صورتی خودتون نمیتوانید، یا برای مرده بخواید حجی رو بخرید، این جایز هست و ثابت از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما در مورد نماز و روزه چون این چیزی ثابت نیست و هیچ گونه دلیل شرعی رو ندارد. فروختن نماز یا خریدن نماز، خواندن نماز برای فرد دیگر ولو اینکه بدون معامله باشه، به اختیاری باشد، اینم ثابت نیست از رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی من نمیتونم که خودم برم استراحت بکنم بگم که جناب آقای عباسی من امروز خیلی خستم نمیتونم نماز صبح بیدار بشم، شما لطفاً برای من دو رکعت نماز صبح هم اونجا بخون بسید. چون این چیزی وجود نداره که کسی برای کسی دیگر نماز بخونه، چه مفتی و رایگان بخونه یا این که در واقع در مقابل پول بخونه، چه برای زنده چه برای مرده. چون این چیزی از نظر شریعت اسلامی جایز نیست و این یک نوع در واقع خوردن مال مردم به ناحق هست و چه بسا ملاهایی که دستشون از کارهای دیگه بند اومده و دسترسی به شغل دیگه نداشتن این مورد رو اختراع کرده باشند و بخواند از این زمینه سوء استفاده بکنن و برای خودشون کسب درآمدی بکنن. اما این از نظر شرعی هیچ گونه اصلی رو ندارد و حرام هست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی در مورد مفهوم شیخ الحدیث گفتن که چیه؟ مفهوم شیخ و شیخ الحدیث و اصطلاحی رو که امروزه هست به عنوان شیخ به معنی استاد هست در میان محدثین، به عنوان استاد اون کسی که از فرد دیگری اخذ علم کرده روایتی رو در واقع نقل کرده میگن که فلانی شیخ فلان کس هست. یعنی این که استادش بوده براش روایت رو نقل کرده و از اون روایت گرفته. و خود کلمه شیخ در زبان عربی به معنی کسی هست که محاسنش ریشش و مویسرش سفید شده باشد، یعنی انسان که میان سال هست یا پیرمرد باشه، در این معنی کلمه ای هست. و وقتی که گفته میشه شیخ الحدیث یعنی اون کسی که عمرش رو در حدیث گذرانده، در تدریس حدیث، در مطالعه حدیث و در تألیف در مورد احادیث، یعنی سر و کارش همیشه با از جوانی تا زمان پیریش با علم حدیث بوده، این در اصطلاح گفته میشه فلانی شیخ الحدیث هست. و اصطلاحات و کاربردهای دیگری داره. مثلا در اصطلاحات محدثین وقتی که گفته میشه فلانی شیخ است یا شیخ عابدی هست یا شیخ صالح هست، یعنی این که فلان راوی یک پیرمرد عابدی هست که در این زمینه انسان عبادت گذاری بوده. و امروزه هم در واقع در اصطلاح معاصری به عنوان عالم گفته میشه کسی که با علم سر و کار داشته باشد و کارشناس علوم اسلامی باشد، اصطلاحا در زبان عربی معاصر به اون در واقع شیخ گفته میشود. و رشته تحصیلیش چی باشد، تخصصش چی باشد، به اون در واقع نسبت داده میشه. شیخ حدیث
هستین، اون عالمی که رشتهش حدیث است، شیخ و تفسیر، اون کسی که در تفسیر تبحر رو در واقع سر رشته دارد، گفتیم شیخ الحدیث یا شیخ التفسیر هست. جزاکم الله خیر. و سال آخری بیننده هم که از افغانستان بودن، در مورد قضایی که وجود دارد در مورد اختلافات مذهبی چهار مذهب، گفتن که مثل رفع یدین یا آمین به جهر، اینها چه حکمی دارد و به چه صورت است؟ به اتفاق تمام علمای اهل سنت و الجماعت، هر چهار مذهب اهل سنت و الجماعت حق هستند و عمل کردن بر فقه هر کدام از چهار مذهب از نظر شرعی جایز هست. یعنی برای احناف جایز هست که بر مذهب امام ابو حنیفه عمل بکنند، برای شوافی جایز هست که بر مذهب امام شافی عمل بکنند، حنبلی ها بر مذهب امام احمد ابن حنبل عمل بکنند، هیچ گونه اشکال شرعی وجود ندارد و به اتفاق علمای اهل سنت و الجماعت، متقدمین و متأخرین و معاصرین، جایز هست که انسان بر یکی از مذاهب چهارگانه تعبد بکند و احکام شرعی رو از یکی از این چهار مذهب در واقع بگیرد. اختلافی که در این میان وجود دارد اختلاف عقیده‌ای نیست. یعنی ما در اصول هیچ گونه اختلافی رو در میان چهار مذهب نداریم و اختلاف تضاد هم نداریم، اختلاف تنوع هست و فقط اختلافی که وجود داره در دایره این است که کدام عمل اولاتر هست و کدام خوب هست و کدام خوبتر است. در این که بستن دست در نماز سنت هست اتفاق نظر وجود داره در میان مذهب امام ابو حنیفه و شافعی و مالک امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه، این اتفاق نظر وجود دارد که دست‌ها رو باید ببندیم جزء سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است. در این که کجا ببندیم اختلاف دیدگاه وجود داره با توجه به روایاتی که از صحابه در واقع نقل شده. هر کجا که شما بستید شما از نظر شرعی سنت رو انجام دادید. بحث رو اینه که من معتقدم که روی سینه اولاتر هست، بهتر هست، اما اگر روی ناب بستن هیچ گونه اشکالی وجود نداره. اگر زیر ناب بستن باز هم نمازشون درست، هیچ گونه اشکال شرعی در این زمینه به وجود نمیاد و از نظر شرعی یک فرد عامی از اون عالمی که به اون اعتماد دارد از اون کسب تکلیف میکنند. اگر عالمی که شما سوالتون رو پرسید عالم حنفی بود، به شما از روی کتاب سنت به شما فتوا داد که تمام چهار مذهب بر روی کتاب سنت هستن، برای شما در واقع جایز است که بر فتوای اون عمل بکنید. به خاطر اختلافات فقهی، اختلاف کردن و جنگ و جدال کردن و قهر کردن و در واقع مسائل دیگری که در این زمینه هست، اینها حرام هست. نرست. حرام هست که به خاطر اختلافات فقهی ما با هم دیگر قهر بکنیم یا اینکه در واقع با هم دیگر دشمن باشیم و پشت هم دیگر نماز نخونیم. این از نظر شرعی ناجایز و حرام هست. هر چهار مذهب اهل سنت و الجماعت حق و حقیقت هستند، منتها انسان باید سعی بکند اون مواردی رو که دقیق تر هست و اون قولی رو که از یک مذهب صحیح تر هست سعی بکنیم بر اون عمل بکنیم. باز هم ما در واقع در دایره اهل سنت و الجماعت هستیم و از دایره این اهل سنت و الجماعت خارج نشدیم. درست. جزاکم الله خیر. خسته نباشید، وقت برنامه تمام شد. از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر بسؤالك.